سلام به تو دوست خوب کانال ممنونم که همیشه ما رو همراهی میکنی در این برنامه میخوایم بپردازیم به اسناد افشا شده اعضای ایرانی تیمی که در ترور یک شهروند اسرائیلی در گرجستان نقش داشتند و در بخش دومم هشدار ابوالقاسر دلفی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در رابطه با طبعات سختی که برای این نظام خواهد داشت با ما تا پایان همراه باشین مشروع اخبار به شما یادآوری کنم که با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله میتونید از ما حمایت کنید. ضمناً لایک کردن شما و کامنت گذاشتن شما میتونه باعث بشه ما حمایت بشیم و انگیزه ساخت ویدیوهای بیشتری رو به دست بیاریم. پس برای حمایت از ما سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنین، کامنت بذارین و لایک کنید گروه هکری بلک دور اسامی و محل زندگی اعضای ایرانی تیمی که در ترور یک شهروند اسرائیلی در گرجستان نقش داشتند رو منتشر کرده. این اطلاعات که به دست شبکه خبری ایران اینترنشنال رسیده نشون میده 6 عضو واحد 400 سپاه پاسداران که مسئولیت عملیات های ترور به دستور مقامات عالی سپاه و دفتر رهبر جمهوری اسلامی رو در خارج از ایران بر عهده دارند در ترور نافرم جامع ایتسیک موشه تاجر و رئیس اتاق بازرگانی مشترک اسرائیل و گرجستان دست داشتند بر اساس این گزارش اسامی اعضای اصلی این تیم ترور به شرح زیره محسن رفیعی میاندشتی 37 ساله و ساکن کوچه هنر در میاندشت شهر اصفهان و فرهاد فرشایی همکار میاندشتی که به همراه یک شهروند گرجستانی بازداشت و تحت بازجوییه حسین رهبان 45 ساله متولد بندرگز و ساکن بلوار جلیل سید علی در محله تهران پارس تهران که در این عملیات فرماندهی میاندشتی و فشایی رو بر عهده داشته محمد رضا عربلو 59 ساله و اهل هیدج زنجان که در کوچه رازی این شهر سکونت داره عربلو مدیر بالادستی فشایی میاندشتی و شهروند گرجستانی بازداشت شده است علی فیزیپور، پور 40 ساله و ساکن خیابان محتشم در محله بهداری ارومیه که رئیس این عملیات ترور بوده حامد عبداللهی سردار سپاه و آمرین عملیات که حسین رهبان مستقیما دستور ترور شهروند اسرائیلی در خاک گرجستان رو از اون گرفته این اطلاعات در حالی منتشر میشه که در آبان سال جاری پلیس گرجستان نقشه ترور ایستیک موشه رو در خاک این کشور خنسا و چندین نفر از جمله چند شهروند ایرانی و دو شهروند دو گرجستانی ایرانی رو دستگیر کرد ایستک موشه یکی از اعضای ارشد نمایندگی آژانس یهود در روسیه بوده و خانی اسرائیل که با هدف بهبود تصویر اسرائیل در اروپای شرقی تأسیس شده که از ابتکارات اون بوده در سالهای گذشته گزارشهایی از عملیات واحد 400 نیروی قدس سپاه پاسداران در خاک کشورهای همسایه منتشر شده گفته میشه حامد عبداللهی فردی که دستور ترور موشه رو به فرماندی عملیات حسین رهبان داده مسئول واحد 400 نیروی قدس سپاه پاسدارانه عبداللهی یکی از چهره های تحت تعقیب سپاه پاسداران و از سال 90 در لیست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار داره. ویدیویی داریم از تظاهرات کشاورزان زحمتکش اصفهان با شعار رئیسی دروغگو زاینده رودت کو این ویدیو رو ببینین. جمهوری اسلامی قاتل مردم ایران و شریک جرم روسیه در تجاوز به اوکراین سناریوی عملیات ترکیبی علیه رژیم ایران بست پیدا کرده در شرایطی که دولت‌های اروپایی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی را بررسی می‌کنند، برخی در ایران به حکومت در مورد پیامدهای ادامه همکاری با روسیه در جنگ اوکراین هشدار می‌دهند. ابوالقاسم دلفی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در فرانسه به سراحت هشدار داده که روسها ایران رو در اوکراین شریک جرم کردن و اگه از حالا به فکر این نباشیم که این لکه رو از خودمون پاک کنیم قطعا دچار مشکلات بعدی خواهیم شد اون معتقد غربی ها در حال جمع مدارک هستن و روسیه تاوان تجاوز به اوکراین رو میده و برای جمهوری اسلامی هم تبعات داره پیش از این نصرالله تاجیک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی هم هشدار داده بود نزدیکی به روسیه کار دست جمهوری اسلامی میده و غربی ها به خاطر اعتراضات اجتماعی در ایران و انگولک خارجی یعنی همون فروش پهباد به روسیه روی جمهوری اسلامی حساس شدن و چشمانداز احیای برجام همچنان تیره تر میشه در همین ارتباط نشریه فارین پالیسی وضعیت برجام رو بد توصیف میکنه و با اشاره به صحبت های جو بایدن که گفت برجام مرده مینویسه سرکوب اعتراضات در ایران و ارسال پهپاد انتحاری به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین انگیزه های ضد جمهوری اسلامی در واشنگتن رو تشدید کرده در این مقاله اومده حالا در کنگره آمریکا این قضیه وجود داره که اساسا دولت بایدن قادر به توافق با رژیم ایران هست یا نه زیرا توافق مستلزم کاهش تحریم هاست اما تو شرایطی که رژیم شهروندانش رو داره سرکوب میکنه و از ولادیمیر پوتین تو جنگ اوکراین پشتیبانی میکنه فکر نمیکنم ممکن باشه در این بین هیچ کشوری به اندازه اسرائیل از افزایش غنیسازی اورانیوم در ایران نگران نیست تو ماه گذشته بنی گنتز وزیر دفاع وقت اسرائیل ایال هولاتا مشاور امنیت ملی وقت اسرائیل و دیوید بارنیا رئیس موساد به واشنگتن سفر کردند تا از دولت بایدن بخوان برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی برنامه ریزی کنه دو کشور در چند نوبت اقدام به برگزاری رزمایش های مشترکم کردند هرچند گانتز برای روی کار آمدن دولت جدید به زودی وزارت دفاع اسرائیل رو ترک میکنه اما گفته بود که متوقف کردن مسیر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی از طریق حمله نظامی راهکاری که اکثرا اسرائیلی ها با اون موافق هستند اون به خلبان های جدید نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرده که برای حمله احتمالی به تاسیسات اتمی داخل ایران می میبایست که آمادگی داشته باشند این مجله در ادامه مینویسه مقامات آمریکایی از پیش بینی در مورد آینده اجتناب کردند اما کارشناسان اطلاعاتشون درز دادن که از سوی اسرائیل درباره برنامه‌ریزی جدیتر واشنگتن و تلاوی برای نوعی حمله به جمهوری اسلامی هستند حالا پرسش اینه چه نوع حمله ای؟ فقط ایالات متحده این توانایی رو داره که سانترفیوژ هایی رو که در عمق زمین و زیر کوه ها فعالن بدون پیاده کردن نیرو تو ایران نابود کنه فقط ایالات متحده هواپیمایی داره که قادر به حمل بمب سنگر شکن هست. هرچند در زمان باراک اوباما برنامه برای اقدام نظامی علیه رژیم ایران تدارک دیده شده بود اما حالا این سناریوها ها بست پیدا کرده. البته اسرائیل میتونه با پرتاب موشک از زیر دریایی و پیوستن به ایالات متحده در حملات هوایی و اشتراک گذاری اطلاعات و انجام خرابکاری ها و ترور به حمله احتمالی ملحق بشه. دنیا با رژیمی طرفه که برای ادامه غنیسازی انگیزه کافی داره از طرف دیگه پایین اومدن اعتبار بین المللی این رژیم هزینه های دیپلماتیک برای یک حمله رو کاهش میده انگیزه اعتلاف منطقی شامل اسرائیل و شرکای منطقی اون برای استفاده از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی هم کم نیست اتفاقا با وجود اختلاف بین تلاوی و واشنگتن در دوران ریاست جمهوری بایدن ایالات متحده حمایت خودش را از عملیات ترکیبی علیه رژیم ایران به سراحت اعلام کرد ارتش ایالات متحده هم ظرفیت تخریب زیرساختهای هستهای جمهوری اسلامی رو هم داره البته حالا باید بپرسیم که چقدر از این موارد بیشتر از اون که برای اجرا باشه جزی از یک نمایشه حمایت ایالات متحده از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی میتونه بیشتر برای اطمینان دادن به اسرائیل از همراهی واشنگتن باشه اما در عین حال این پیام رو هم داره منتقل میکنه که چون این حمله ای اسرائیل به تنهایی نمیتونه موفق بشه همچنین اعلام احتمال اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل هم ممکنه به همون اندازه با تشویق جمهوری اسلامی برای بازگشت مجدد به برجام و به تاخیر انداختن قنیسازی تسلیحاتی مرتبط باشه چرا که بعید نیست بحران هایی که رژیم ایران رو احاطه کرده همراه تحریم های کمر شکن اون رو به سمت مصالحه سوق بده این مجله در پایان مینویسه تغییر وضعیت رویکرد دولت بایدن به سمت بازدارندگی قاطعانه تر با تهدید به حمله در صورتی که جمهوری اسلامی بیش از حد برنامه هسته خودش رو جلو ببره ممکنه زمان ببره. اما این زمان هم در نهایت به پایان میرسه. در مقاله مسائل بین المللی پیش بینی شده از اونجا که بایدن باید ترمز برنامه های اتمی جمهوری اسلامی رو بکشه احتمالا وضعیت در خاورمیانه بدتر خواهد شد تو روزهایی که خودرو به نشینی عادت کرده و با دهنکجی به های نیمبند وزارت سمت به پرواز و آسمون ها داره ادامه میده لاتاری خودرو خودروهای وارداتی کیفیت خودرو در کنار حمله کلامی سخنگوی وزارت سمت پلیس راهبر به آشفتگی حوزه خودرو دامن زده امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت و مجری سابق تلویزیون در تویتی نوشته اگه پلیس راهبر یک صدم اونچه در مورد خودرو نظر میده به وظیفه ذاتی خودش عمل کنه ما هم شاهد چنین فجایعی نیستیم گذشته از این که اگه وزارت سمت هم به وظیفه ذاتی خودش عمل میکرد خب خیابونای کشور به تصرف اونچه برخی اراباهای مرگ چند صد میلیون تومانی نامیدنش در نیومده بود پلیس راهبر بارها از کیفیت پایین خودروهای تولیدی تو ایران انتقاد و به نقش خودروسازان در بالا بودن آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات تاکید داشته آلودگی هوا هم از دیگر مواردی هست که کیفیت پایین تولیدات خودروساز ایرانی رو به اون دامن میزنه چند روز پیش بود که جانشین پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی با انتقاد از کیفیت و ایمنی خودروهای ساخت داخل گفت همچنان شاهدیم که در مورد خودرو به تنها چیزی که اهمیت داده نمیشه کیفیت و ایمنی اون هست ما واقعا خسته شدیم اونقدر که در این باره گفتیم و هیچ گوش شنوایی هم وجود نداشت حسینی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت اضافه کرد این روزها ظاهرا یک کشفی هم به کشفیات دنیا اضافه شده و در کنار گالیله ما هم کاشف قیمت خودرو شدیم این هم در نوع خودش جالبه یکاش به جای قیمت خودرو چگونگی خودروی ایمن ساختن رو کشف می کردیم. آشفت بازار خودرو به دفاع وزارت سمت از مافیای خودرو خلاصه نمیشه و یک نماینده مجلس معتقده که ارزی خودرو در بورس برای گرون کردن خودروه. رشیدی کوچی ضمن انتقاد تند از وزارت سمت گفت دستای پشت پرده بورس کالا رو بر سر زبونا انداختن که خودروهای وارداتی رو وارد بورس کالا کنند تا قیمت خودرو رو گرونتر کنن خبرگزاری مهر به نقل از این نماینده ای مجلس مینویسه وزارت سمت دلارها رو به چه کسایی داده که خودرو وارد کنن به شرکت های زیرمجموعه خودروسازها دلار دادن عرضه خود رو در بورس پای سازمان بازرسی کل کشور رو هم وسعت کشید و معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان گفت که ورود این نهاد نظارتی به عرضه خود رو در بورس با دو هدف اولا اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض اون و من حمایت از مصرف کننده هست. به باور سازمان بازرسی زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمیشه و از طرفی تولید کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نیست عرضه این کالا تو بورس فقط به نفع تولید کننده است. سازمان بازرسی معتقد تعداد خود رو سازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به قدر نیاز جامعه خودرو تولید نمیشه و از طرفی اجازه واردات خودرو به اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده. لذا شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مسببات متعدد ارزی خودرو رو انحصاری تشخیص داده و با حذف این شورا توسط دولت از فرایند ارزی خودرو خودروسازها از فرصت استفاده کردن و با ارزی خودرو در بورس قیمت ها نه تنها کاهش ندادن بلکه به صورت سرسام‌آوری هم افزایشش دادن این سازمان نظارتی معتقده که برخی از مسئولان دولتی هم به جای حمایت از مصرف کننده ها به حمایت از خودروسازها پرداختند. ورود سازمان بازرسی به موضوع با توقف موقت ارزی خود رو در بورس کالا همراه شد و در پی نامی مجید اشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعیین تکلیف ادامه پذیرش و ارزی خودروهای جدید در بورس کالا وزیر اقتصاد موضوع رو در دستور کار شورای عالی بورس قرار میده مرور هواشی و اتفاقات رخ داده در بطن بازار خود رو نشون میده مافیای خود رو در ایران خیلی قدرتمندتر از گذشته در حال فعالیت و سازمان بازرسی و پلیس راهور هم در صورت وجود اراده واقعی در مقام دفاع از حقوق شهروندان با صد مدیران دولتی مواجه میشن سپاس از همراهی شما با این برنامه تو برنامه بعدی بدرود